جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران جنوب شرق آسیا روز جمعه نشست خاص دو روزه ایالات متحده و آسیان را در واشنگتن به پایان رساندند. هند با اقیانوس آرامی که آزاد و باز با ثبات مرفه و انعطاف پذیر و امن باشد چیزی است که همه ما به دنبال آن هستیم. بایدن در اظهارات خود به اوکراین اشاره‌ای نکرد و این نشست بدون محکومیت تهاجم روسیه به پایان رسید. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان از انتقاد از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اجتناب کردند. بسیاری از اعضای این گروه به دنبال بی‌طرفی هستند، از جمله اندونزیا که با وجود تهدیدهای بایدن و دیگر رهبران غربی مبنی بر تحریم‌ها در برابر فشار برای حذف پوتین از نشست نوامبر جی 20 در بالی مقاومت کرده است. امید ما این است که هر چه زودتر شاهد توقف جنگ در اوکراین باشیم و فرصت به حل مسالمت‌آمیز مناقشه برای موفقیت می‌دهیم. این نشانه پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه است، زیرا حکومت ایالات متحده در صدد گسترش ائتلاف علیه مسکو در خارج از اروپا است. اداره بایدن کشورهای آسیان را شریک حیاتی در رقابت با چین می‌داند. بنابراین تمایل به تیره کردن روابط به دلیل بیانیه‌ای درباره تجاوز روسیه ندارد. ایالات متحده در مجموع 150 میلیون دلار برای منطقه در پروژه‌های زیربنایی اقلیمی و صحی، از جمله 60 میلیون دلار را برای امنیت بحری، به دلیلی که بسیار از کشورهای منطقه که نگران افزایش نظامی شدن بیجینگ در بحیره چین جنوبی هستند اعلام کرد. ما در کنار متحدان و شرکای خود در دفاع از نظم مبتنی بر قوانین بحری که شامل آزادی کشتیرانی و قوانین بین المللی می شود استاده ایم. در حالی که بسیاری از پایین بودن رقم دلار در میان ده‌ها میلیارد دلاری که به اوکراین سرازیر می شود تردید دارند، این اجلاس نشان دهنده تمرکز ایالات متحده بر منطقه هند و اقیانوس آرام بود. دیپلماسی به معنای حضور است و بیشتر همه حاضر شدند. با وجود تمرکز بر اوکراین، رئیس جمهور بایدن و در مجموع حکومت ایالات متحده دو روز را صرف آسیان کردند. بنابراین از این نظر موفقیت آمیز بود. رهبران ایالات متحده و آسیان همچنین نسبت به بحران میانمار و تعهد به خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کوریا ابراز نگرانی کردند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.